نوار عنوان. نوار عنوان یا تایتل بار یک میله افقیه که در بالاترین قسمت نرم افزار قرار داره. اینجا رو ملاحظه کنید، الان این قسمتی که من دارم براتون در تصویر مشخص میکنم این نوار عنوانه. اینجا رو ببینید، نوشته اوتودسک اتوکد 2016. در این قسمت نام و شماره نرم افزار نصبی رو برای ما نشون میده، میگه نرم افزار نصبی ما نرم افزار اتوکد 2016 است. در این قسمت برای ما اینجا اومده نامی رو برای این فایل خودش اختصاص داده به نام دراینگ وان. خود نرم افزار اتوکد میاد برای ما یک نام رو در نظر میگیره، دراینگ یعنی ترسیم، یک هم یعنی وان، با پسوند DWG. اولین چیزی که ما میتونیم از اینجا یاد بگیریم اینی که پسوند رایج نرم افزار اتوکد DWG. البته پسوندهای دیگه هم داره ولی رایج ترین پسوند DWG. در سمت راست نوار عنوان یا تایتل بار یه سری دکمه های کنترلی وجود داره. اینجا اگر ملاحظه کنید اینجا دکمه مینیمایز و با این دکمه که اگر من روش کلیک چپ کنم ببینید میتونیم محیط نرم افزار رو اصطلاحا ماکسیمایز کنیم، با این مینیمایز میکنیم و با این دکمه کلوز هم که میتونیم از محیط نرم افزار خارج بشیم. در سمت چپ نوار عنوان یا تایتل بار یک آیکونی وجود داره که اصطلاحا بهش میگن اپلیکیشن منیو که در گوشه بالای سمت چپ محیط اصلی نرم افزار قرار داره، یک کادریه که شامل فرمانهای مدیریت فایل، چاپ و تنظیمات میشه. ببینید سه تا کار مهم رو انجام میده، مدیریت فایل رو انجام میده برای بحث چاپ و تنظیمات اون. من میام روی این اپلیکیشن منیو کلیک چپ میکنم تا کادرش رو ببینم. در این قسمت فرمان نیو، فرمان اوپن، فرمان سیف، سیو از و اکسپورت. یکی از مهمترین کارهایی که این فرمان اکسپورت انجام میده اینه که میتونه برای ما فایل رو تبدیل به PDF کنه، گزینه خیلی خوبیه. و در این قسمت پایین که مربوط به چاپ هست، پابلیش و پرینت و دراینگ یوتیلیتیز که در واقع سری تنظیماتی رو مربوط به محیط انجام میده و اینم دکمه کلوز رو داره. در سمت راست اینجا میبینید شما فایل های پیشفرضی رو که وجود داره، ریسنت داکیومنت ها رو دارید میبینید و اینجا هم همون دکمه آپشنز تنظیمات مربوط به نرم افزار رو برای ما انجام میده. ما تا این مرحله یاد گرفتیم به دو صورت میتونیم وارد کادر آپشنز بشیم، یه حالتی که هیچ فرمان در حالت اجرا نبود، مکان نمای ما در حالت خارج از فرمان بود، ترکیبی از یک به علاوه و یک مربع که در صفحه ترسیم کلیک راست کردیم، یک منوی میانبر برای ما ظاهر شد، آخرین گزینه آپشنز بود. اگر بخوایم به روش دومی هم به آپشن دسترسی پیدا کنیم، اینی که در واقع روی این اپلیکیشن منیو کلیک چپ کنیم و روی این دکمه آپشنز کلیک چپ کنیم تا وارد محیط تنظیمات نرم افزار بشیم. من در این قسمت کلید اسکیپ از صفحه کلید رو میفشارم.